این گروه هم گروه دوم مهاجرینی هستند از جزایر و بنادری که امروزه جزء خاک کشور ما محسوب شوند. هجرت آنها از زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شد. این نقطه شرمیه این هم دیه این چرا هموطنها مجبور به خارج شدن از کشور شد؟ چرا زردوشتی بره بیرون؟ چرا بهایی بره بیرون؟ چرا اهل سنت که شما میگوه برادری که بیشتر از همه بهشون ظلم میکنی؟ واجب زردوشتیان آقای خامنه‌ای چند سال پیش اعلام کرد که وطن اول زردوشتیان ایرانه و اتفاقا بعد از اون محور زردوشتیان از هند منتقل شد به ایران. اما ایرانیان اهل سنت نه اینکه وطن اولشون نیست بلکه یه وطن نسبت به رژیم بلکه از همه چیز ممنون بود. ما آرزو میکردیم که با ما در این دوران یه رژیم شکل کنیم همون رفتاری رو بکنه که با زردوشی هم میکنه. من حالا ندیدم مثلا زردوشی رو ترور بکنه. خوبه کسی نبود بده اما اهل سنت رو آنوشا رو خورتها رو ترکمانها رو ترکمان ندیدم حالا من هر کسی خبرات بکنم هم از راه ایمیل هم از راه تلفن تلفن بشنوید چرا؟ رژیم شما جمهوری اسلامی نیست به اسلام گفته مردم ترد بکنید. اسلامی که دین و اجباری نمیدونه یهود رو آزاد میذاره، مسیحی رو آزاد میذاره، زرتشتی رو آزاد میذاره، میگه هر کسی دین خودش باشه، اجباری نیست، لا اکراه به دین. هرچه اسلام ستیزان آلبان مزدور همین موضوع رو هم تحریف میکنن و درست همون تحریف رو انجام میدن که آخوندهای شیطانی انجام دادن در مورد خود اسلام. هجرت آنها از زمان شاه اسماعیل صفوی آغاز شد و تا زمان نادرشاه افشار تلیم خانه مادشار افشار تلیم خانه زن پادشاهان قاجار و خودانی همچنان ادامه داشت. زمان خود شنیم این زمان خود بیشتر از همین و از بد و پیروزی انقلاب اسلامی نیست کم و بیش مهاجرت های پراکنده به چشم بود. بیشتری مهاجرت ها بیش از هزار سرسمان شاه چند تا آرسون رو خوشتن به خودتون میمیدن چند تا بگوشو به خاطر بلود بودنشون خوشتن. گروه سوم از دیگر کشورهای عربی و عده‌ای هم از شهرهای داخلی ایران می باشد. کارهای تجاری، بازرگانی و شرکت‌های ساختمانی بیشتر به افراد غیر بومی تعلق دارند.